اگر میخواید یک شخص با جرأت باشین، اگر میخواید رابطه عالی با دیگران داشته باشین، پس این ویدیو رو دوستان تا آخر با دقت تماشا کنید. اندیشمند هستم. در این ویدیو دو تا موضوع بسیار ساده و اساسی رو دوستان خواستم با شما در میان بگذارم که اگر ما از اون آگاه شویم میتونیم بسیار به موفقیت ها و به جایی برسیم، به زندگی برسیم که واقعا ما لیاقت و شایستگی زور دارم، که این دو تا موانع مانند یک ساعت یا مانع عمل میکنه که ما رو نمیگذاره به زندگی دلخواه خوب و به جایی رو که ما میخواییم دو برسیم. او موانع ها موانع اول چی ای است که فروتنی، که این کلمه بسیار یک تعبیر غلط شده. فروتن بودن یا انسان مثلا کسی که فروتن است، انسانی که خود زیاد بالا و اینا نمیگرد، در اگر در شکل درست چی باشه درسته، ولی این کلمه بسیار در فرهنگ از ما، خصوصا در مردم از ما، بسیار یک معنای بد را پیدا کرده، یک شکلی، یعنی در ذهن ما یک رقمی بد را پیدا کرده که ما از او آگاه نیم. مثلا بیشتر از انسان ها یا بیشتر کسایی که مثلا خیلی توانایی های خیلی کارار دارن، میتونه از پس خیلی کارا بر بیاید، میتونه در احوال پرسی کردن یا گپ زدن با دیگران، میتونه خیلی با جرأت و بسیار همونطور یعنی درستتر و با اعتماد به نفس میتونه برخورد کنه، رفتار کنه، ولی به خاطری که خود خوره بالا نگیره یا خود خوره زیاد یعنی فروتن خود خوره نشان بده، بنان خود خوره ضعیف میگیره و خود خوره اون طوری که باید رفتار کنه اون طور رفتار نمیکنه، و این هم میتونه از این نشأت بگیره، از این که در فرهنگ ما کلمه بسیار بد رفته که ما باید خود خوره بالا نگیریم و نفهم کسی که خود خوره توصیف میکنه، کسی که خود خوره بالا میگیره شیطان است و فلان است، یا اینکه بیشتری از ما به خاطر ازی میکنی که ما رو دیگران بپذیره. اگر ما بریم بسیار با جرأت رفتار کنیم، بشینیم از همگی در جایی بلندتر، جایی بهتر بشینیم، شاید دیگران ما را قبول نکنه، شاید با ما رفتار خوب نکنه، و باعث میشه که ما خود خوره به قالب یک شخص دیگه ای بزنیم، نه اون چیزی که ما خلق شدیم، خود خوره در یک شخصیت و در یک کرکتر ضعیفی بزنیم و که ما رو دیگران بپذیره، که این میتونه بسیار یک مثل یک مانع کلان عمل کنه که ما را نگذاره به موفقیت ها و به جایگاه هایی که ما میتونیم به او برسیم، ما را نمیگذاره که به او برسیم، به خاطر که اگر ما مثل از او حالتی واقعی و خوب رفتار کنیم، اونطوری که ما لیاقت و شایستگیش رو داریم رفتار کنیم، اگر ما اونطور رفتار کنیم میتونیم به خیلی از مقام ها برسیم، میتونیم در خیلی از جاها با خیلی انسان‌های عالی ارتباط برقرار کنیم، میتونیم در خیلی اگر درخواست کاری در هر جای مهمی بتونیم اونجا پذیرفته شیم، ولی ایمی کلمه فروتن بودن یا می شکلی که ما را دیگر را بپذیره، این دو شکل بسیار در ذهن و در فرهنگ از ما بد رقم جا افتاده که همیشه ما مردم یعنی خود خود پایین میگیریم که نه ما این فلان هستم، یعنی شیطان خود خود بالا میگیره، که اگر از این دوستان آگاه شوین میتونه شما را بسیار به زندگی به جاهای خوب برسانه، در عوض از او بسیار با جرأت به مو چیزی که هستی رفتار، نگران از این نباش که دیگران درباره شما چی فکر میکنه، چون اگر شما هر چقدر ضعیف باشی، کم جرأت باشی، هم مردم درباره شما بد فکر میکنه، اگر خوب باشی هم درباره شما یک چیزی کسایی هست که درباره شما بد فکر میکنه، پس بهتر شیه که دوستان خود شما خودتان باشین، یعنی او خود واقعیتان باشین، در هر موقعیت، در هر جا، اون طور که شایستگی شی لیاقت چرا داری اون طور رفتار کن، نه اینکه از خاطر اگر ما با جرأت رفتار کنم نمفهم شاید اطرافیان ما یا ای جمعی که است اینا مرا نپذیره به جمع خو ما باید دیگر رقم رفتار کنم، نه دوستان، از این آگاه شوین و بسیار کلمه فروتن بودن و این چیزها را از ذهن خود دور بانین، در عوض از اون روز به روز کوشش کنین، روز به روز طور رفتار کن که جرأت شما، اعتماد به نفس شما بالا بره، به خاطر که جرأت و اعتماد به نفس اولین پله موفقیت هر انسانی هست. و قدم دومی که ما را نمیگذاره به جاهای بالا و به رابطه های خوبی برسیم، با انسان های ارتباط های خوب برقرار کنیم، ای است که ما در گفتار خوب یا در ارتباط خوب واضح و جدی نیستیم. واضح و جدی به این معنا به منظورم که اگر ما مثلا با کسی رفیق هستیم،
رفیق ما مثلا یک رفتارایی میکنه یا یک کارایی میکنه که ما را در خوش ما نیست، یا اصلا یک رفتارایی میکنه که برای از ما یعنی تحقیر کردن از ما شمار میشه، یا مثلا یک نامی بد را در ما صدا میکنه، یا در رفتار یا ما اگر یک جای جمع شتیم رفیق ما شتیم مر مثلا مرا میگه یا ما را میگه که برو فلان چیز بریم بیار. اگر ما به جایی که مثلا او از او حرف یا از او رفتارش بدی ما میایه، ولی به جایی که بیشینیم ده او بگم که آقای فلانی یا دوست عزیزم که تو دمی اتاق همین جیشته ای چیز که خودت نیاز داری برو خود تو بخیز بگیر، این رقم نموگیم در عوض موری مو کار انجام میدیم، ولی در درون خو یک بسیار فشار داریم، بسیار سر از اون نفر ناراحت هستیم که این طور فلانه یا خود خور ضعیف میپنداریم که این میتونه رابطه های من روز به روز دور دورتر کنه، هم با رفقای ما هم با خانوادگی های ما چی پدر و مادر باشه، و هم اگر شما ازدواج کردید میتونه با شریک زندگی شما یک کار باشه. هر چیزی که برای شما به سلیقه شما به ذوق شما خوش نمیای میتونی بسیار با یک صورت باز بسیار با جرأت بگی که نه. مثلا اگر یک دوست داری که دوست شما یعنی به اصطلاح ساده بگم که هر جای شته امر میکنه که مثلا مرا یا او بدی یا فلان چیز بدی، به جایی که در قلب ناراحت شی و کار انجام بدی نه، بگو آقای فلانی تشکر بخیز خود تو چیزی بگیر. وقتی که این رقم میگی اون نفر اگر یک بار دو بار رقم برات جواب بدی او دیگه نخواهیم برات تو یک کار توش کرد، نخواهیم تو یک چیزی گفت. من منظور ما ازی نیه که ما مثلا یک کسی ما را کار میگه یک چیز را ما انجام ندیم، نه، منظور ما ازی است که ما خیلی چیزای جزئی است که مثلا ما را یک کمی حقیر نشان میده. مثلا دم یک جای شیشته هستیم یک رفیق میگه بخیز مرا یک آبیدی، چرا خودش نمیگیره؟ این ما را یک کمی حقیرتر نشان میده. ولی اگر نه، اگر در بیرون باشیم یا در موضوعات کاری زندگی باشیم، یک رفیق ما مثلا یک جای نیاز داره فلان روز می کار را بریم میای میکنی، یا یک چیزی مهمتره، او یک چیز جداگانه کمک اگر شرایط چرا دارین وقت چرا دارین انجام بدین واقعا عالی است. ولی چیزهایی که ما را تحقیر میکنه، چیزهایی که مثلا ما را در قلب ما یا در دل ما گفتگوی درونی ایجاد میکنه، او کارا را بیتونیم بسیار با جرأت ده و طرف مقابل خوب بگیم که نه، من این کار را انجام نمیدیم، خودی دی کار آقای فلانی انجام بگیم، بسیار با روی باز، بسیار با صورت خنده. اگر این کار را نکنین در عوض دل بدی دل شما میاد، در عوض از او رفیق کوشش میکنی که دروی بجویی، حتی اگر شریک زندگی شما باشه هم اگر کارهایی را میکنه یا رفتارهایی را با شما میکنه که واقعا تو را خوش تو نمیاد، به جای اینکه در دل خوب بشینیم بگیم تر بعد یا فلان اینا، نه، اگر میخوای رفیق از او باشی، اگر میخوای که خود تو جرأت تو بالا بره، اگر میخوای که در زندگی در یک جای برسی، بسیار واضح با صورت باز با لب خنده بگوی یا دوست عزیزم یا مثلا هر چیزی که است برادرم خواهرم یا هر چیزی که است تشکر که این طور آدم است، ولی این کار دیگه یا این رقم برای از من نگوی، خود تو این کار لطفا انجام بدی یا اینطوری من مرا خوش من نمیای این کار، یا بگذار بعد از اینکه اون نفر ناراحت میشه یا هر چیزی میشه. حتی اگر اون نفر در پیش روی شما هم دوستان ناراحت شد، باور کن که در پشت سر در تای دل خود اون نفر میگه آه واقعا که شخصیت ازی درسته، در تای دل خود رو تقدیر میکنه. پس نگذارین که شما استیج بری دیگران شوین یا یک چیزی دیست دیگران شوین که دیگران شما استفاده کنن. همیشه هر چیزی که به ذوق شما خوش نمیه میتونید بسیار به صورت باز، بسیار در کلمه انگلیسی که دیسایسیف یعنی قاطع باشین، قاطع یعنی بسیار به قاطعیت بگوین که نه، من این کار یا این چیز را انجام نمیدم. اگر دوستان این دو موضوع را شما آگاه باشین و اینا را از اینا درست استفاده کنین، میتونه شما را در همه جنبه های زندگی شما کمک کنه. چون وقتی که شما میرین چیزی که در قلب شما در دوست خو یا در همسر خو یا در کس مگی، باعث میشه که جرأت و اعتماد به نفس تو بالا بره یک، و در عین حال او لحظه شاید او دوست یا او همسر یا هر کسی هست و ناراحت شه، ولی در دراز مدت میتونه رابطه شما را بسیار نزدیک و صمیمی کنه. یعنی اگر میخواین یکی از امی سوال اول من میبود که اگر میخواین رابطه صمیمی و اساسی داشته باشین، قاطعیت داشته باشین در رابطه خود، در رفتار قاطعیت داشته باشین. هر چقدر که نزدیک از نزدیکان شما باشه، هر کار را که خوشید نیامد بگو نه، این کارو نمیکنم، خودید کار انجام بدی. شاید برای یک بار دو بار سخت باشه، شاید که مثلا جرأت تو بالا نیست، شاید مثلا بعضی ها عرق کنه یا بعضی ها مثلا خیلی صدایش لرزیده و گرفته باشه، ولی مهم نیست دوستان. وقتی که چند بار تکرارن این را عملا انجام دادین، او وقت است که هم میتونین به شکل درست چی بگوین و هم یواش یواش یور میشه. مثلی از این است که هر کار را که تمرین کنین خوب میشین.
این قاطعیت هم دوستان تمرین کنین. حتی اگر تمرین چیر اگر نمیتونین اولی کار کنین، پس اگر رفتین در بیرون یا در یک جای رفتین، یک کش یک چیزی از شما میخواد، یک سوال رو میکنه، بیگانه هر چیزی هست، بگید نه در جواب شی. بخاطر که یک تمرینی میشه که بتونه توانایی نگفتن یا قاطعیت شما رو بالا ببره. و وقتی که توانایی تو در قاطعیت و در نگفتن بالا رفت، رابطه شما با هر کسی که باشه بسیار یک رابطه صمیمی و یک رابطه درستی میشه. موفق باشین دوستان. اگر این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و اگر از ویدیوم خوش دان اما دوستان، ویدیو رو هم لایک کنین، به چینل ما هم سابسکرایب کنین. ویدیوهای بیشتر دوستان درباره بالا بردن جرأت، اعتماد به نفس و درباره مالی که میتونه اینا بسیار مهمترین چیز و اساسی ترین بخش زندگی باشه، با شما در میان میگذارم. و اگر سوال چیزی هم داشتین میتونید در کامنت بگذارین. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند میسپارم. خدایارتان موفق باشید.